بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين الهداة المهديين الخيرة المهذبين، سيما بقية الله في الأرضين. سيدنا ومولانا وإمام زماننا وولي عصرنا وصاحب أمرنا الحجة ابن الحسن العسكري، روحي له الفدا. سلام عليكم ورحمة الله. وقت بخير عرض کرم لخدمت و بینار عزیز، تماشاوان عالی قدر، ملت و شرافت کرد، کرمان، سورانی، اقوام مختلف کرد، لایران، لعراق، لترکیه، لسوریه، لهر در دنیا که هنه خودی عاقبت امره و خاندان و ایلو تبار و خیر که انشاءالله موفق و پیروز بین انشاءالله. لخدمت ونی و سلسله درس و بحث و مباحث اصول اعتقادات، اصول دین، اصول عقاید و کلام اسلامی. سه اصل جا پینج اصل اعتقادی ما تبیین تشریح تفسیر و تقدیم کرد. گشتنی اصل چهارم یعنی امامت، ولایت و امام شناسی. لادامه سلسله درس و بحث و مباحث امامت، ولایت و امام شناسی گشتنی بیان فضائل، مناقب، مکارم، شخصیت، عظمت و امامت امام هادی علیه آلاف و طیته و السلام. یک جا ابعاد حیات امام هادی قنالیوان امامان ایدن که متا الان بیان کریه زمامدار و خلفای معاصره ویه، چون وقته وان زلمه همزمان وی امناس بکنی عظمت شخصیت امام و مظلومیت امام رنتر کاینی ناس بکرنی. لخزانتی حضرت همزمان بو و مأمون عباسی، که مأمون عباسی جا 196 تا 218 خلیفه عباسی بود. معتصم عباسی جی جا 218 تا 227 بود. واثق عباسی جی جا 227 تا 232 بود. متوکل عباسی لوی محدود و خیلی فشار را سر امام هاو و جا 232 تا 247 خلیفه عباسی بود. منتصر عباسی جد 247 تا 248، مستعین عباسی جد 248 تا 252، معتز عباسی جد 252 تا 255. ونا خلفای در واقع ظالم و ستمگر عباسیون. رویداد روزگار امام هادی علیه السلام، سنگین ترین حادثه شهادت امام جواد بود. 8 سال و 5 مسنه امام هادی بود که باوجد استا بریحه عباسی سعایت و جنایت لحق امام هادی اعمال دکر اوجد طرف متوکل عباسی امام جماعت حرمین بود و خیلی گرفتاری سا امام هادی چرک کرد. والی مدینه جی قنالیوی رفتار دکر امام هادی وان ور اوزا وخیم و سخت بکر امام هادی وان مشکلاتنا نویسی سا خلیفه عباسی متوکل و السلام. امام هادی جم مدینه تبعید بود لکو ساکو سامرا، مدینه لکو سامرا لکو، و دستور متوکل عباسی. گرچه و ظاهر جم مقدارک سعی دکر و امام هادی خصوصا لعول حاتنه امام هادی رو سامرا رفتارک عادی بکره، ولی بد رفتاریه که پره و اداوتک خواهی پره متوکل سا امام هادی ها و سختگیری فراوان دکر منتصر علیه متوکل به اصطلاح کودتا کر علیه باب خل سال 248 47 و به حسب ظاهر موجب
خوشحالی که و سا علویان نهایتش که خب امام هادی مسموم و شهید بود. عبادت ام بعض خصائص که ونان امامت و مقام رفیع امامت امام هادی نشان داده متذکر ببینی راجع ابن کثیر راجع امام هادی در ویژه و کان عابدن زائدا و جنویسنده اهل سنت روی امام هادی عابد و زاهد بو البدایه و النهایه جلد 11 صفحه 15 وی مطلب نقل کریه. امام هادی مناجات خواهی دلنشین و خواهی راهو و عبادتک عجیب الهی مسیع قد ورد و فقیر قد قصد لا تخیب سعیه وارحمه واغفر له خطاه او خطأه خوده و گناهکارک در این مال تا فقیرک در این مال و کرامت تا سعی وی نتیجه بخش بکه مورد رحمت و غفران قرار بده. امام هادی و وی نجوا و توسلا یاد دادم کلان که همچره عبادت خادی بکرینی. سخاوت حضرت عجیبه. ابن شهرآشوب دویجه ویا قل مناقب جلد 4 صفحه 409 نقل کریه روی ابو عمرو عثمان ابن سعید احمد ابن احمد اسحاق اشعری و علی ابن جعفر همدانی چون دیدار امام حضرت سا هر یک جوان 3000 درهم دا گوته نکه تا وی وقت حاکاسله و هدیک ندانه که از کرامت و سخاوت امام. اسحاق ابن جلاب دویجه منسا امام هادی ابوالحسن بزن پرکری خریداری کرد تهیه کرد امام جمن خواست که به اصطلاح استبلک و شونک رنس آوان پزانا آماده که بجی دستور داد و پزانا لعورته فقیر بیچاران توزیع بکرن قهاکا کریمانه بی مطلبا کافی جلدی یک صفحه 498 نقل که قش یک جه خصائص امام معصوم عبادت یک جه خصائص امام معصوم سخاوت که ما بیان کرد. حلم و بردباری حلم و بردباری امام هادی فوق العاده و ویاجی صحنه که عجیب و غریب نقل کردن حلم و بردباری تا درک اثبات الوصیه صفحه 196 نقل کرده که حتی سا دشمن خاجی حلم و بردباری خواهون قوا غیر امامان حکا ننه نیکوکاری و کار رند حتی لحق دشمن خواه مثلا متوکل بدجور مریض بود مریضه که ویرانگر ویراگوتن امام هادی اگر نسخه ساته بده تو کاینی نجات پیدا بکی. امام هادی فرمای وقتی جا امام هادی خواستن اولا دیوی دیه متوکل نظر کرد که اگر امام هادی خزانه وی شفا بده چقدر دراو بده مثلا سله بده امام هادی جوی طرف جا بالاخره متوکل جا امام هادی درخواست کرد. امام هادی گفت که کمک بشکل پیز و گلاب معطر بکن لشونه زخم وی داینن چرک جوید زخمات بیرون رندوه. اول دوربری متوکل وی فرمایش امام تعجب کردن مگه حاکاتش تک ممکنه متوکل گو مروک خودن تو نگره که خب قلاغ دا گرنی کچک دا گرنی ببیستنی بیونی چه دوه. دستور امام هادی اطاعت گر و رندو لسحنه که دن خیلی جوی ها رد نو و وی کرامت امام هادی لحق ویا متوکل سعید ناوک شاند مال امام هادی گو مخفیانه حمله کنه مال امام هادی چون خبر داونه متوکل دراو اسلحه چه لمال امام هادی پرن چونم مال امام هادی دیسا مقام امامت و علم غیب دقت بکن قشوانه و تاریک هاتن اثر دیفالان بدون اینکه قابل رؤیت ببین امام هادی فرمایش کرد
سعید صبر بکن نردوان ساته داینینی لنگته نشگه. ببین چقدر کریم، چقدر و عظمت، چرا روشن کرن، شم روشن کرن، نردوان هانین ها چو گو هر لمالم بگر، تو معت معموریت خواهی که لمالم بگری. ببین علم غیب امام و نشانه امامت چو گری ها و به اصطلاح جستجو کر شمشیر امام پیدا کر و مقدارک دراب ویا بره پالی متوکل. وقتی وی دراوا تماش کرن دین نظره دیه متوکله. شمشیرش که شمشیر شخصیه امامه، وی زمان عرف بوده شمشیر و خارو حل دوینن. بعد ما شمشیرانا جزو در واقع میراث و ودایع امامت بود. وقتی دیوا دراوای دیه ویه چند برابر جی لسر دانی و شمشیر و وگران سا امام و شنکر ویا داگره. امام و وانه که منحرف بون مبارزه پرده کرد و تاغوتان پر مبارزه کرد. قوان حکام و زمامدار عباسی مورد نکوهش امام هادی بون و صوفیان را، وان صوفی افراطی، وانه که پیرو اهل بیت ننن، وانه که مقلد مرجع تقلید ننن، وانه که من درآوردی رفتار دکن، وانه که رفتار نا نامتعارف اعمال دکن، ونا مورد مذمت اهل بیت بون و مورد مذمت امام هادی. امام هادی دوی یا معشر شیعه انکم قد آداکم الخلق فتزینو لهم به ما قدرتم علی. شیعیان و دشمن خواه پر های جوان صوفیانا که کار دادن دست و رفتار نامناسب دادن دشمن لوا حساس دو فاصله بگیرن. یا لدرکن تعبیر تندر امام دوی لا تلتفتو الها الا الخدائین، وانه که خود ادکن و رفتار نامناسب هدن نیزه که و بنا مبن فا انهم خلفاء و شیاطین، ونا خلیفه شیطانن. رفتار اکدکن دشمن بدبین لوادوه، معترض لوادوه و مخرب و قواعد الدین، ونا من در آوردی رفتار دکن. امامان کوچک دانا گرن، قلاق دانا گرن و رعایت حال نا کرن. یا لدرک دن فرمایش دکن من ذهب الى زیارت احد منهم حین و میتن فکأنما ذهب الى زیارت شیطان و عبدت الاوثان. سبحان الله چقدر بیداری و آگاهی داده ملت شیعه، ملت مسلمان دوی. هر کس هر دوره بر وان صوفی افراطی برف بوه، چه زنده وان چه مرده وان، نالی بیای که چوی زیارت شیطان، نالی بیای که چوی عبادت بت گریه العیاذ بالله. وی مبارزا سا چه سا اعتقاد شیعه سالم بمینه، سا پیروان اهل بیت لپشتر اهل بیت بمینن لزمان غیبت چی لپشتر مرجعیت دینی، مراجع تقلید، ولی فقی و وضعیت که حاکا بمینن. یک جا رفتار حکیمانه ذن امام هادی نالی وان امامه میذن مبارزه و غلات. غلات که نبانه که من درآوردی ادعا دکن العیاذ بالله امامان خودی معرفی دکن. اهل بیت امین نحن عباد الله، ام بنده خودینی، هم تمام تلاش ما باید دین خودی لزمین برقرار به ساچ غلوف دکن. برخورد تند و غلات اهل بیت هون و خیلی جوان مطالبنا. مثلا یافعی رویجه کان متعبدن فقیحا اماما، وی مطلبا لمرآت الجنان جلد دو صفحه 160 نقل کرنه. امام هادی آدمه که متعبد فقیه و امام معصوم بوده. یا ابن سباق مالکی رویجه که فضیلت امام هادی زبان زد خاص و عام بوده و شایسته امامت مستجمع مکارم و معالی اخلاق توصیفه که عجیب هنه. قطب راوندی رویجه اوصاف امامت و شرایط امامت کل لامام هادی جمع این الخرایط جلد دو صفحه 678 مطلبا نقل کریه. مناقب جلد 4 صفحه 401 قوی مطلب ابن سباق مالکی نقل کریه. ابن حجر
رویژه و کان وارس و ابیه علما و سخاءن از سوائق المهرقه صفحه 237 واژه اهل سنت آقا توصیف که روی حقیقتا با شایسته امامت وارث با خواهج نظر علم و سخاوت و کل دشته معجزات فراوان امام هادی هو سعید ملاح رویجه ادک جمع دعوت ولی مونی امام هادی لوی مجلس هو جوانک مکرر شوخی دکر بدرفتاری دکر بی ادبی دکر امام هادی قدرت علم غیب گوس و جوانا ناگه سروی سفرا خیلی رد نه و خبرک دانوی دیه وی درک بلند کتیه و جا بینه چویه بدون اینکه او بی ادوا بخواست دشتک بخاره و ره کرد چو و پیشبینی علم غیب امام بود مجلس که و شکو یک جا خلفای بنی عباس تشکیل داون امام هادی جی دعوت بی مجلس کرن لخواستن بی اعتنایی لامام هادی بکرن قلوی جی جوانک بی حرمتی لامام هادی داده اینی وادار بود مثل این که تشنا ده گو ده کنی و دک جی و بیرا ده کنین جسارت لامام هادی گشته بی درا امام هادی بیرا گو پر مکن تو سر روی دنج اهل قبوری قصر روی دنج مر یا بینه چو بنا پیش بینی امام هادی وی مطلب و بهار جلد پینج صفحه 182 کشف القمه جلد 3 صفحه 265 نقل گریه خیران اثباتی نقل دکده از وارد مدینه خدمت امام هادی چوم و در واقع مطلب اینه که حکایت جا علم غیب و عظمت امامه مفصل نقل دکه و در واقع پر جوانه که و امام هادی رو دشمنی کرنه جبینه چونه و احترام که عجیب امام هادی ها و ابهت که عظیم و بی نظیر ها و الباقی مطالب لدر سکدن و بحث سکدن التماس دعا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.